سری برنامه های دیگر نام ها و یاد ها و این بار در کنار آقای کاظم شهریاری نویسنده و کارگردان تئاتر و اگر از ایشون اجازه داشتم میگفتم استاد شهریاری به دلیل مسیر آمده تا به امروز در صحنه تئاتر در فرانسه و از قبل در ایران. آقای شهریاری خیلی ممنون برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و اینکه میخواهم واقعا نام ها و یاد های شما رو از اولین نام ها آغاز بکنم، ولی قبل از اون شاید یک تغییر متفاوت در این نوع مصاحبه، قبل از هر چیز اگر ممکنه تئاتر رو تعریف کنید. تئاتر جمهوری، چیزی که میگن جمهوری تئاتر، یعنی جایی که مبادله تفکر، دیالوگ، گفتگو، رابطه بین فرهنگ و جامعه و اندیشه و عشق است. اینو من بهش میگم جمهوری. تئاتر جمهوری واقعی است. یعنی سینما نیست. از من تئاتر حرف میزنی. ببخشید. راست میگی. سینما از سینما گرا صحبت کن. چشم. من فکر می‌کنم سینما از تئاتر رو فیلم میکنه، حالا دیگه اون بحث خب من کار سینما نمیکنم. نه من با شما ادامه بدیم تئاتر. تئاتر جای گفتگو، رابطه، خیلی مهمه این لغت رابطه میگم، برای اینکه اساس مسئله امروز جهانه، از لحاظ سیاسی، فرهنگی، فلسفی، رابطه مسئله اساسی است. و میگم عشق. این تئاتر برای من اینه. در این حال یک نوع بازیه، یک نوع قرارداد تئاتر، قراردادی که با هم میگذاریم که همه موافقیم، یعنی در حول یک چارچوبی ما اینها رو مطرح میکنیم. به نوع تئاتر اینه. حالا میتونیم باز اینو بشکنیم، بیشتر بگیم، حتما در برنامه های بعدی. ولی باز یک سوال هم باز در همین زمینه و بعد میریم به ابتدای برنامه. من یادم میاد در خیلی نوجوانی وقتی تئاتر کسرا، تئاتر سنگلج، بیست‌پنج شهری و میرفتم، بعض وقتا ردیف های آخر می نشستم و وقتی تئاتر و جمعیت رو نگاه میکردم که تماشا میکنم، به خودم میگفتم که ما داریم تئاتر رو نگاه میکنیم یا تئاتر ما رو، برای اینکه اگر تئاتر ما رو نگاه نکنه این حرفایی که میگی از کجا میاره؟ شمای نویسنده و کارگردان. برای همین این آمد و شد رو در سینما ندیدم، ولی تئاتر همین قراردادی که شما میفرمایین دیدم که من پذیرفتم که او به من بگه از من چی دیده. درست فهمیدم؟ دقیقاً. تئاتر آینه جامعه است. در یک مقطعی آینه جامعه است. تئاتر مثل اینه که میدونید یه بازیایی داریم، مثلا شما یک قلقت، یک نام یک حیوان رو به یکی میدید، ایشون باید با شکلک در آوردن و با میمیک و با همه اینها به شما نشون بده که چه حیوانیه. وقتی که شما جواب پیدا کردید بازی تمام شده. تئاتر به نوعی اینه و بسیار جدیتر. یعنی ما به اون آینه جامعه رو به شکل بحث‌ها، کلمات، تصویرها، رقص‌ها، ژست‌ها، صداها، موسیقی‌ها عنوان می‌کنیم. حالا و تماشاچی یواش یواش متوجه اون اصل مسئله میشه. حالا میگیم اگه این بحث تئاتر کرگدن باشه، کرگدن میگم برای یک نمایشه. این بعضی تئاترها می‌نویسن، چخوف میگه مرغ دریایی. در واقع گفته و بعد وقتی که شما میرید میبینید باید پیدا کنید این در واقع برعکس اون بازی عمل مرغ در کار نیست. چرا؟ مرغ دریایی هم در کاره، ولی برعکس این، برای اینکه بعضی وقتا تئاتر در بازسازی اون جامعه است و بعضی تئاترها مثل تئاتر من در پیاده کردن اون بازسازی است. یعنی تماشاچی بعضی وقتا نگاه میکنه، بهش میگیم مرغ دریایی، میره نگاه میکنه کجای مرغ دریایی رو پیدا میکنه، یا کرگدن نمیاد رد بشه، ولی میخواد ببینه منظور این نویسنده با کرگدن در کجای این اجرا شده، یا باغ آلبالو
منظورش چیه؟ کجا به حال با رو به چه استعاره ای داره با من صحبت میکنه؟ از جامعه من، از روابط من، از عشقهای من، از بحثهای من. و بعضی وقتا میاد نگاه میکنه ببینه من چطوری این رو پیاده میکنم، این چیزی که گفتم قبلا. مثل نمایش قبلی من که اول برنامه میگم که در 3 دقیقه، در 20 دقیقه، در 1 ساعت و 33 دقیقه و 40 ثانیه یک قتل اتفاق میفته. به همه میگم که یک قتل اتفاق میفته و قتل اتفاق خواهد افتاد و من میام این رو پیاده میکنم قبل این قتل چطوری اتفاق میفته. تئاتر و به این معنی درست این چیزی که شما میگید دقیقه، یعنی این که آینه یک جامعه است، حتی اگر اون آینه در مقابل یک فرد قرار بگیره، یعنی یک مونولوگ باشه. وقتی که پرومته میاد و اون بحث طولانی رو میکنه که در مقابل خدایان وایستادم و شکنجه میشم برای اینکه من بذر آتش را که در ساقه نهان بود و سرچشمه فلان فلان آدمیان است ربودم، یک مونولوگی. در واقع این آینه اون جامعه که اعتقاد داره به زوس، خدایان و اینها، داره نشون میده که شما از اگر شما به اونا اینقدر اعتقاد دارید باید از آتش بگذرید. پس اگه شما آتش رو میخوای، خدایان شما رو ممنوع کردن به این آتش. منم که آتش رو به شما آوردم، برای شما آوردم. بنابراین میبینید مسئله تا بسیار جدیه توی مقطع‌هایی و این آینه، ولی نتیجه این گفتگو با شماست تماشاچی. دقیقاً برای اینکه اون کسی که تصمیم میگیره که با اون خدایان چه کار کنه و با آتش چه کار کنه شما هستید، نه آینه. در واقع هنرپیشه، نویسنده، کارگردان در نقش آینه بازی میکنن، نه در نقش فعال سیاسی. فعال سیاسی واقعی که اون جمهوری رو به مقطع انجام خودش میرسونه تماشاچی اون نمایشه. دقیقاً. حالا در برنامه‌های آینده هم خوشبختانه به حاشیه و مسائل گوناگون تئاتر خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید در اولین برنامه سوال خیلی ساده لوحانه: چه شد کاظم شهریاری نوجوان به طرف تئاتر کشیده شد؟ این سوال من هرگز نتونستم جواب بدم. برای اینکه وقتی که فکر میکنم 6 ساله بودم، 6 سال، یک دوستی داشتم، رفیق هم محلی و هم کلاس من، بابای ایشون در رادیو کار میکرد در تهران؟ در کرمانشاه. در کرمانشاه در رادیو کار میکرد و اسمشون هم به هست اسماعیل رادیو، خیلی هم مشهور. ایشون در رادیو جوک میگفت و چون ما دوست بسیار نزدیکی بودیم، مثل دوتا برادر، تمام برنامه‌ای که ایشون رو به عروسی‌ها دعوت می‌کردن، بابای ایشون رو و مادرش می‌رفتی دعوت می‌کردن، اینم ما رو به خودش می‌بود. من از 6 سالگی من عاشق این بودم، برای اینکه بعدها فهمیدم، البته میتونم بگم یه چیزی رو به شما بگم، این چیزایی که من میگم امروز چیزایی نیست که میتونستم بگم 10 سال پیش، نه حتی 2 ساعت پیش میفهم. و شاید تا 2 ساعت بعد نتونم یه جور دیگری بگم. ولی به هر حال این ما به تماشای این آدم می‌رفتیم به این و من همیشه برای من این سوال مطرح بود، برای اینکه اسم رادیو شل بود. وقتی که شما اینو می‌دیدید در خیابان، آدمی بود خیلی بد لباس، خیلی ساده، مثل یک کارگری می‌مود که اصلا هیچ ربطی به این چیزا نداره. وقتی که می‌آمد روی صحنه، کسی نبود که توی شلوارش نشاشه لباسی داد، اینقدر میخندید. این آدم تبدیل میشد به یه بمب خنده. و من نمیدونستم اصلا چطوری شد، قدرتش از کجا میشه، این از چطور میشه که این آدمی که منم میشناسم، بابای رفیقمه، هر روز من میرفتم کاظم جان یه ماچم از سوی پیشانی ما میکرد، این از اینجا تا اونجا چه مسیری رو طی میکرد که شب وقتی ما میرفتیم اصلا متوجه نمیشدیم چطوری این تبدیل شد به بمب خنده و جمعیت میافتادن روی زمین و براش پول پرت میکردن. من از اینجا انقدر عاشق این آدم بودم و توی خانه، توی اتاق که نداشتم، ولی خب بالاخره توی اتاق عمومی خانواده
اینقدر من سعی میکردم مثل این جوکهای ایشون رو تعریف کنم. از همون موقع نویسندم بودی یا فقط بازیگر؟ شش سالگی. نه منظورم نویسنده، یعنی نه. تقلید میکردین یا خودتون خلاق میکردین؟ اخلاقی که من داشتم اینی که اصلا متوجه نمیشتم، میخواستم به این قدرت این برسم. حالا چرا؟ توضیح دیگری داره جوزه. یعنی خانواده رو جذب کردی؟ بابای من حتی من انتقال میکرد، میگفتم تو، میگفت تو پسر من نیستی، تو پسر اسماعیل رادیو هستی. یعنی اینکه اون میخواست من دکتر بشم، اون میخواست که من از این شرایط زندگی سخت خانوادگی بیام بیرون و تبدیل بشم نجات دهنده بیماری ها. میدونید اون دوره ما خیلی بیماری های خیلی ساده ساده نبودند. به این ترتیب این به ما بگو. و این آدم منو خیلی جذب خودش کرده بود به شکلی که در سن فکر میکنم 7 سالگی با همین رفیق خودمون اولین نمایش کمدی خودمون رو نوشتیم. و این نمایش چیز خیلی مضحک و ساده‌ای بود. یک قابلمه ما با یک شمع زیرش رو سیاه میکردیم و این قابلمه رو میبردیم توی کلاس و ما از معلم رو مخواستیم میخواییم یک برنامه بگذاریم که برنامه کمدی بگذاریم. بعد معلم میدونست که بابای ایشون هنرپیشه است و من گفتم ما 2 نفره این کار رو داریم میکنیم، برای اینکه خدا وجود داره و ما به نام خدا و به نام تئاتر میخواییم به شما یک درس بدیم و در این حال همه شما یه چیزی به دستتون خواهد رسید، یعنی شما همه ثروتمند خواهید شد. و یک بارم بیشتر نمیشد این نمایش رو اجرا کرد و از این قرار بود که شما باید میومدید وای میستادید زیر این قابلمه و چشماتون رو میبستید و از خدا اصرار میکردید که شما رو به شما یک ثروتی بده که از اینجا وقتی میرید بیرون یه دونه بستنی بخرید، نون بخرید، این حرفا. و شما باید بعد وقتی که دعا میکردید زیر این قابلمه دستتون رو میکشید رو صورتتون، زیر این قابلمه دست میکشید رو صورتتون. زیر قابلمه ما سیام کرده بودیم با زوال با شهر و شما هر دفعه که اینو میگفتید میکشید رو صورتتون، صورتتون سیاه میشد، همه میخندیدن و شما حق نداشتید چشمتون رو باز کنید، برای اینکه اگه چشمتون رو باز کنید دیگه چیزی به دست شما نمیرسید. بعد از 3 بار ما یه دونه سکه مینداختیم تو این قابلمه دینگ و شما فکر میکردید واقعا چیزی اومد و این نمایش 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشید، همه مرده بودن. این اولین نمایش کار کاظم شهریاری با فرهاد رفیق من اون کار میکردیم و همه کلاس های مدرسه و همه جامعه رو دعوت میکردن که ما نمایش رو برو اجرا کنیم و تبدیل شده بودم به یک نوع اسپایل رادیو، شده بود استاد منشون. متاسفانه وقت خیلی نمونده ولی فکر کردم که بیان اینو به عنوان پیش پرده در همین امروزهای پاریس اجرا بکنیم. واقعا در محدودیت وقت خب جرقه کار رو شناختیم، طبیعتاً با سن و سال تعداد کارهایی که کردید برای بینندگان باید گفته باشم من این شانس رو داشتم نزدیک 4 نمایشنامه شما رو اینجا در پاریس پوشش دادیم. برحال راه آسانی نیمدید، خوشبختانه همکاران هم فکرانم با شما بودن. در این وقت بسیار محدود و کم آیا از اونچه که انجام دادید تا به امروز راضی هستید؟ من فکر میکنم هیچ هنرمندی راضی باشه، اگه راضی بودیم دیگه ادامه نمیدادیم. عجب. میدونید آدمایی هستن مثل در فرانسه نویسنده های بسیار بزرگی داریم که اینا خیلی مشهورن، مثل مغیوو. ایشون چند تا تئاتر نوشت و به محض اینکه ثروتمند شد دیگه نمیشه، برای با حق تألیف اون تئاتر ثروتمند بود تا آخر عمرش هم نمایشش امروز هم اجرا میشه. ایشون راضی بوده احتمالاً. من نمیتونم راضی باشم. راضی برای اینکه کارهای به خصوص کارهای من کارهایی که در رابطه مستقیم با جامعه است. من وقتی راضی خواهم شد که جمهوری به جامعه برسه، یعنی اینکه تئاتر جاش توی قلب جامعه باشه و ما خیلی دوریم، دورتر از حتی قرن پیش هستیم. یعنی چیز جالبی که من امروز متوجه میشم، میدونید که دنیا، جهان داره به اکستانسیون تبدیل میشه. یعنی ما حالا تازه کشف کردیم که داریم همه چیز از هم داره دور میشه. به نوعی مسائل جدی، مسائل عمومی، مسائل اجتماعی داره دورتر و دورتر میشه. ساختنها سختتر و سختتر میشه. اینه که تئاتر باید جای بزرگتر و بزرگتری داشته باشه، برای اینکه جایی که لابراتوارهای اندیشه میشه توش اجرا کرد.
مسائل رو به طور اندیشمندانه پژوهشگرانه مطرح کرد که مسائل انسانی، مسائل جدا از مسائل فرهنگی، هنری و حتی دانشی نباشه، در قلب تمام مسائل زندگی تئاتر. سکوت این لحظه من توافق کامل با فرمایشات شماست. امیدوارم در سه برنامه آینده که حتماً چنین خواهد بود بتونیم بیشتر از دانسته ها و اندیشه های شما با خبر بشویم. هفته آینده پنجشنبه، نام ها و یاد ها.